Hello friends, welcome to my channel. سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. برای کسانی که به تازگی با کانال من آشنا شدن، من ملودی هستم و در زمینهای مختلف هنری فعالیت میکنم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً کلید سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید و زنگوله کنار آن رو فعال کنید تا هر زمان ویدیوهای جدیدی گذاشتم از آن مطلع شوید. سایز قالب من 25x35 هستش که ابعاد جدار داخلی اون کمی کمتر خواهد بود. من میام طول عرض ابعاد داخلی رو حساب میکنم منهای 1 تا 0.5 سانت و سپس جدولم رو رسم میکنم. برای اینکه مطمئن باشیم شکل قلبی که ما طراحی میکنیم تعداد مناسب لایه ها رو به ما بده و دوریز کمتری خواهد داشت، من این کادر رو ترسیم میکنم و نحوه اینکه چطور محاسبه کنیم که بهترین حالت و بهترین جواب رو بگیریم در ویدیو نشان خواهم داد. در ابتدا اندازه طول قالب رو تقسیم بر 2 می‌کنیم و اون رو به 2 قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم. تا انتهای ویدیو همراه من باشید تا تمام نکات رو در طول مراحلی که کار کردم ببینید. عرض قالب رو تقسیم بر 3 می‌کنم تا به 3 قسمت تقسیم بشه. از بین این 3 قسمتی که تقسیم شد، قسمت میانی رو تقسیم بر 4 میکنم و 2 سانت میام بالا و خط فرضی رو رسم میکنم. در اینجا من باید قلب رو تشکیل بدم و کمی از کناره ها ما بازم جا میگذاریم، چون باز ممکنه کیک خودش رو جمع بکنه، کوچکتر بشه و تا اینکه مشکلی برامون پیش نیاد. من 2 تا قسمت بالا میکشم، یکی رو برعکس میکنم و سمت پایین میگذارم و میام نصفشو این سمت که خالی هست میذارم و نصفشو این سمت که موقعی که داریم لایه ها رو در هم ادغام میکنیم این اصلا مشخص نخواهد بود، میتونیم به عنوان لایه اول استفاده کنیم. برای کف قالب از کاغذ روغنی استفاده میکنم و سعی میکنم اون رو فیت در بیارم. یه خورده هم زاپاس میذارم برای جای دستگیره که در انتها بعد از اینکه 5 دقیقه کیک ما استراحت کرد اون رو از قالب به راحتی جدا کنم. نیازی به چرب کردن قالب نیست. کاغذ روغنی رو کف قالب قرار میدیم و جاهایی که در کنج هست رو من با قیچی برش میدم تا چین و چروکی ایجاد نشه. برای این کیک من از فرمولی استفاده میکنم که بسیار نرمه و بافتش تو دهن ذوب میشه و فکر میکنم خیلی مناسب کودکان، افراد سن بالا و حتی افراد جوانتر هست. برای مرحله پیشگرم شدن من اون توسترم روی درجه 140 تنظیم کردم و روشن میکنم. برای پخت اسفنج کیک من به 5 تا تخم مرغ که هر کدام 50 تا 55 گرم باشه نیاز دارم. زرده ها و سفیده ها را جدا می کنم. توجه داشته باشید که سفیده ها باید در ظرفی باشه که کاملا خشک و عاری از چربی باشه. بعد از اینکه تمام زرده ها را جدا کردم، من نطفه ها را سوا می کنم تا بوی زخم تخم مرغ گرفته بشه. ترازو رو روی صفر تنظیم میکنم، ظرف رو میگذارم، صفرش میکنم و شروع میکنم به اضافه کردن مواد. من به 42 گرم روغن خوراکی نیاز دارم. توجه کنید که اندازه های دقیق در این رسیپی بسیار مهم هست. اگر فکر میکنید که ممکنه از دستتون در بره و بیشتر بریزید، لطفاً در ظرفی جداگانه اندازه ها رو با ترازو ست کنید و سپس به زرده های تخم مرغ اضافه کنید. برای اضافه کردن مواد هر مرحله ترازو رو صفر میکنم. من از گلاب استفاده میکنم، رطوبت بسیار مناسبی به کیک میده. تقریباً 56 گرم نیاز داریم و کم کم اضافه میکنم تا به عدد مورد نیازم برسه. بعد از صفر کردن 66 گرم آرد سفید یا آرد 3-0 یا قنادی اضافه میکنم. نیازی به علک کردن و سبک کردن آرد نیست. با استفاده از همزنهای پره‌ای شروع میکنیم به زدن. تقریبا این مرحله 3-4 دقیقه بیشتر لازم نیست باشه و اینقدر میزنیم تا یک بافت بسیار نرمی ایجاد بشه و هیچ دونه آردی توی اون حل نشده باقی نماند. اگر ویدیوی آموزشی مرا دوست داشتید لطفاً کلید لایک رو بزنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. به 52 گرم شکر سفید دانه ریز نیاز داریم. من نداشتم و با استفاده از آسیاب چند پالس با سرعت متوسط و چند پالس هم با سرعت قوی میزنم تا حسابی پودر بشه.
به خاطر اینکه این مرحله کمک میکنه که در آخر وقتی که اسفنج پخته شد دستمون به کیک نچسبه. یک قاشق مرباخوری آب لیمو اضافه میکنم. حدود نصف قاشق چای خوری وانیل شکری استفاده میکنم. شما میتونید از اسانس وانیل هم استفاده کنید ولی زیاد نزنید که تلخ نشه. برای زدن سفیده به 3 دقیقه زمان نیاز داریم. من شکر رو تو 3 مرحله به سفیده تخم مرغ اضافه میکنم. زمانی که کف ها تشکیل شد مرحله اول اضافه کردن شکرمون هستش. شکر رو اضافه میکنم و میگذنم. درست کردن کیک هایی که سفیده و زرد از هم جداست درصد خطایی کمتری داره. از من بپذیرید که خیلی خیلی بهتر از کیک هایی که با هم مخلوط میشن. توجه داشته باشید که بیشتر از 3 دقیقه نیاز نیست چون خیلی کیک شکننده میشه و ترک میخوره. واسه همین یکی از رازهاش همینه که شکر رو تو 3 مرحله و در طول 3 دقیقه اضافه کنم. تو این مرحله کافیه. میبینید یه قله‌های بسیار نرمی تشکیل شده و در اینجا ما دیگه نیاز نداریم بیشتر از این بزنیم. سفیده تخم مرغ رو در 3 مرحله به زردمون اضافه میکنیم و با استفاده از همزن پره‌ایمون مواد رو به اصطلاح در هم فولد میکنیم، در هم میآمیزیم. از یک جهت میزنیم، مواد رو از سمت زیر به سمت بالا میاریم و تونت این کار رو انجام نمیدیم. ممکنه من فیلم رو فقط به خاطر اینکه حوصله‌تون سر نره یکم سریع کردم ولی شما باید به آهستگی و حوصله این مرحله رو بگذرونید. مرحله دوم اضافه میکنم و دوباره هم میزنم و سومم هم به همین ترتیب خواهد بود تا انتها. توجه داشته باشید که سفیده و زرده باید کاملا در هم ادغام بشن چون گله های سفیده اگه باقی بمونن باعث تک خوردن اسفنج در آخر کار خواهند شد. پس حوصله کافی رو به خرج بدید و اونو کاملا در هم فولد کنید و ادغام کنید. برای اطمینان با استفاده از لیسک از ته زردمون شروع میکنیم. مواد رو به سمت بالا میکشیم. میبینید یه رگای کوچولوی هنوز حل نشده. این مرحله رو در یک جهت دوباره ادامه میدم. شما میتونید از دستور این اسفنج و کیک فوق‌العاده هم استفاده بکنید. در قسمت کامنت ها بپرسید تا بگم برای این قالب چه مقدار لازمه. نصف موادمون رو به قالب انتقال میدیم و چند دور دیگه هم میزنم تا مطمئن باشم و کل مواد رو به قالب انتقال میدیم. با استفاده از همون لیسکی که دستمون بود شروع میکنیم به صاف کردن مواد از چپ به راست و بالا به پایین و کنج ها رو همه رو حسابی میزنم. یه خورده پشت کاغذ روغنی هم از این مواد زدم که کاغذ روغنی از قالبمون جدا نشه و بهتر به جداره بچسبه و حسابی صاف و صوف میکنم. باید قطر این کیک در تمام طول قالب یکسان بشه، یعنی یک جا کوتاه و یک جا مثلا بلند نباشه و هیچ شیبی تشکیل نشده باشه. سپس با یک کاردک فلزی با کمی فشار برای اطمینان از پخش شدن مواد توی قالبمون این رو به چپ و راست و بالا پایین حرکت میدم تا هم حبابی اگه باشه خارج بشه و هم مواد در طول قالب یکسان پخش شده باشه.
چند بار قالب رو روی میز میکوبم تا اگر حبابی تشکیل شده باشه به سطح بیاد و از بین بره، مثل این حبابی که اینجا مشاهده میکنید که حالا از بین میره. برای مرحله پخت در اوون توستر من دمای رو در شعله پایین 140 تنظیم میکنم به مدت 35 دقیقه تا کاملا بپزه. پس از اتمام به 35 دقیقه دما رو روی 140 قرار میدم شعله بالا و میذارم تقریبا 3 تا 4 دقیقه روی اون طلایی بشه. البته این مرحله بسته به خودتون داره، میتونید حتی انجامش ندید. پس از اتمام مراحل پخت بعد از اینکه 5 دقیقه خنک شد از قالب خارج میکنم. با این جداره‌های کاغذی که گفتم زاپاس میذاریم تا راحت از قالب جدا بشه. سپس کناره‌ها رو کمی سوا میکنم. میذارم کیک هم کاملا تقریبا 10 دقیقه کافیه تا کاملا خنک بشه و این طرحی که اجرا کردیم رو روی این کیک پیاده سازی میکنم و در میارم. من روی تلق اجرا کردم که هم قابل شستشوه هم بهداشتی تره تا کاغذ، چون ممکنه کاغذ به سطح کارمون بچسبه. البته بچسبه نچسبه زیاد فرقی نمیکنه، چون این میره توی کارم. از یک چاقوی تیز استفاده میکنم و شکل قلب رو برش میدم. اگر به خاطر داشته باشید این قلب شماره 4 ما هستش که نصفش این سمت و نصفش سمت دیگه. بافت اسفنجی کیک رو ببینید، این کیک بسیار نرم هستش. همونطور که میبینید تکه های مازاد کنار کیکمون هم بسیار خاطرخواه داره و دختر کوچولوی من داره فیزشو میبره و حسابی علاقه داره به اینکه موقع پخت کیک بیاد تمام کناره ها رو بخوره. همونطور که قبلا هم اشاره کردم بافت کیک بسیار نرم و تیتابی هستش و بچه ها عاشقش میشن. من ترجیح میدم برای درست کردن در اون جعبمون که به شکل قلب هستش از یونولیت استفاده بکنم. از یونولیت 2 سانت استفاده میکنم و با کتر شکل قلبی رو که کشیدم برش میزنم. توجه داشته باشید که یونولیت با توجه به خورده های زیادی که تشکیل میشه من خیلی آهسته و ریز ریز شیب رو ایجاد میکنم، یعنی هیچ عجله ای نداریم و کاملا برش ها رو سعی میکنم صاف در بیارم، چون بعدا برای فوندانت هامون نیاز داریم که جداره در کیکمون صاف و صوف بشه. اگر تمایل داشتید که درش هم با کیک کار کنید میتونید از درهای به ظروف پلاستیکی یک بار مصرف استفاده کنید، شکل قلب رو روی اونا در بیارید، برش بزنید و سپس اون رو زیر اون کیکمون اسفنجمون قرار میدیم و روی درش سوار میکنیم. به راحتی کمک میکنه که اسفنج تو هوا بمونه، ولی من ترجیح دادم که از یونولیت استفاده بکنم و سبک‌تره. خامه فرم گرفته رو به موزای برش خورده اضافه می کنم. در ویدیوهای قبلی من که در پلیلیست پیستری من قرار داره، من زدن خامه رو در چندین تا از ویدیوهام توضیح دادم. من ترجیح میدم که موزا رو با خامه قاطی بکنم و روی کیک قرار بدم. بعضی ها دوستان اول خامه رو میکشن و سپس موزای حلقه حلقه میذارن. این تماما سلیقه ایه. خامه ها رو به وسط میذارم و کم کم سعی میکنم به کناره ها هم بکشم. اسفنج نیازی به مرطوب کردن نداره، ولی شما اگر از دستور
کیکی استفاده کردید که خشک هستش، حتما قبل از اینکه خامه رو بذارید اسفنج کیکتون رو مرطوب کنید. لایه اول خامی کشش تموم شد، لایه دوم رو قرار میدم، زاویه ها رو چک میکنم که دقیقا درست قرار داده باشم. سپس به مانند مرحله اول خامی کشیمون انجام میدیم و لایه سوم رو قرار میدیم. لایه چهارم رو من نیازی نمیبینم، ارتفاعی که دوست داشتم رو به دست آوردم. شما میتونید اون لایه چهارم رو به عنوان در استفاده کنید، ولی خب من دادم کوچولوم دوباره بخوردش. این مقدار خامه ای که مونده رو برای آستر‌کشی جداره ها استفاده می کنم تا بعد از اون بذاریم کیک تو یخچال بمونه تا کاملا خنک بشه و جا بیافته. برای گاناش ما نیاز به شکلات های سکه ای داریم. من در اینجا از سفید استفاده کردم، ولی به شما پیشنهاد میدم که از شکلات های تلخ استفاده کنید، چون وقتی که با خامه قنادی که شیرینه مخلوط بشه مزه متعادلی پیدا میکنه، ولی با خامه سفید بسیار شیرین میشه و خیلی منسجم هم نخواهد بود. یعنی اگه مبتری هستید حتما از شکلات تلخ قهوه‌ای رنگ استفاده بکنید. ما به 200 گرم شکلات و 100 گرم خامه نیاز داریم. من توی مایکروفر قرار میدم، حدودا 1 تا 2 دقیقه نگذارید خامه بجوشه، فقط در حد اینکه کمی آب بشه و گرم بشه کافیه. شکلات های سفیدمون هم به همین طریق توی مایکروفر میذاریم. بعد از هر 15 ثانیه که میچرخه باز میکنم یه هم میزنم، چون من نمیخوام زیاد شکلات آب بشه که روغنش ازش جدا نشه. سپس میام اینجا کمی مواد رو مطمئن میشم از درجه دماش و با هم مخلوط میکنم تا یه بافت نرمی به دست بیاد برای گاناش کشیمون. برای خامه من معمولاً از اضافات سری پیشین استفاده می کنم، یعنی معمولاً یه مقدار مازاد می زنم، اگر اضافه بمونه اونو توی فریزر نگهداری می کنم و برای گاناش هم به راحتی از اونا استفاده می کنم. بعد از اینکه کیک رو از یخچال خارج کردم و خنک شده، شروع می کنم به اینکه تمام این گاناش رو به جداره ها می زنیم تا فوندانتی که کار می کنیم به راحتی به قسمت ها بچسبه و شکم نندازه در اصطلاح. چون خامه بافت مرطوبی داره و اون رطوبتش به فوندانت باعث میشه که فوندانت شل بشه و سر جاش زیاد وای نسه. پس بهتره زیر هر کاری که فوندانت کار میکنیم از گاناش استفاده کنیم. بعد از گاناش کشی کیک رو تو یخچال میذاریم برای مدت 1 الی 2 ساعت تا خنک بشه و این لایه سفت بشه. سپس مرحله فوندانت رو آغاز میکنیم. برای کاور فوندانتمون من ارتفاع و طولی رو که لازم داشته باشیم از اینجا تا اینجا رو اندازه میزنم و روی فوندانت پیاده سازی میکنم. اول فوندانتمون رو ماساژ میدیم حسابی، کمی نشسته ذرت میریزم تا به سطح کار نچسبه. دستم هم که میبینید مصدوم شده، مال یه جریان دیگه است، رفتی به آشپزی نداره. با وردنه چندین بار من این رو بازش میکنم، یه خورده سفت شده، اشکالی نداره، همین که گرم میشه و باز میشه کم کم خوب راحت روون خواهد شد. در اینجا من با استفاده از خطکش شروع میکنم تا کادر مستطیلی که میخوام رو به دست بیارم و صاف و صوف اجراش کنم.
با توجه به ارتفاعی کمش من رو لول میکنم بدون وردنه و به کیکمون انتقال میدیم و دور تا دور کیکمون این رو میپیچونیم. برای چسبوندن کاور فوندانتمون میتونیم به کیکمون اسپری آبم بزنیم و کاور رو بهتر بچسبونیم. لبه ها رو پس از برش با آب با هم دیگه میچسبونیم تا در هم ادغام بشن. برای قسمت جذاب سر خرسمون من از فویل آلومینیومی استفاده میکنم، چون صرفه اقتصادی نداره تمام کله رو با فوندانت بخوایم اجرا کنیم و بسیار هم سنگین خواهد بود و بی خودی فقط به وزن یک اضافه خواهد شد و من خودم ترجیح میدم که با فویل این رو به شکل گرد در بیارم و اندازه کوچیکتر از کلهی که مد نظرم رو اجرا بکنم. سپس فوندانت قهوه‌ای رو با کمی سفید قاطی کردم که رنگش روشن‌تر بشه، چون فوندانت‌های قهوه‌ای تو بازار خیلی تیره هستن. همونطوری که میبینید من هر بار که درست میکنم میذارم روی کیکم تا مطمئن بشم اندازه هایی که دارم به دست میارم کافی هستش. خب فوندانتمون رو ماساژ میدیم و پهن میکنیم طبق معمول و کاور میکنیم. همونطوری که میبینید من هی به سمت عقب میکشم و اضافات رو از پشت من میبرم یا حالا میکنم، فرقی نمیکنه چون این پشت کله است و دو کارمون اصلا پیدا نیست و میذارم روی کیکمون و اگه ببینم باز یکم بزرگتره باز هم ماساژ میدم، مواد اضافی رو به سمت عقب میارم تا یک کله مناسب به دست بیاد. با استفاده از یک خلل دندون یا یک سیخ چوبی من کله رو توی کیک فیت و سفت میکنم تا از جاش حرکت نکنه. برای گوشه خرسمون یک گلوله کوچیک درست میکنیم، پهنش میکنیم و از وسط دو نصفش میکنم و با استفاده از آب گوشها رو سر جای خودشون قرار میدم. کمی هم فرو رفتش میکنم به سمت داخل که طبیعی تر بشه. برای دستای خرس کوچولومون به تا گلوله هم اندازه نیاز داریم. حسابی تو دستم میغلتونم تا صاف بشه. سپس به شکل اشک درش میارم و کم کم فرم پنجه رو با استفاده از یک ابزار که در دستم خواهید دید شروع میکنم پیاده میکنم روش. با این ابزار کمی فشار میدم تا حالت چین دست و پنجه ایجاد بشه. البته باز هم من این کار رو انجام میدم تا حالت پنجه خیلی خیلی زیباتر بشه و کمی از این سمت و کمی هم از سمت مخالفش میزنم تا بیشتر گود بشه و بیشتر شبیه یک دست خرس عروسکی بشه. از خلال دندون استفاده میکنم، نصفش میکنم، نصفشو واسه این دستم استفاده میکنم و نصفشو برای دست دیگر خرسمون.
برای پوزه خرس کوچولومون از فوندنت سفید استفاده میکنم. اون رو روی سطح کارمون قرار میدم و سعی میکنم لبه های بالا رو بسیار نرم کنم که یک برآمدگی نرمی ایجاد بشه. با استفاده از آب پوزه رو در جای خودش میچسبونم. با استفاده از فوندنت قهوه‌ای تیرمون دو تا گردی کوچولو انتخاب می‌کنم که حکم چشم‌های خرسمون رو ایجاد کنیم. برای قسمت داخلی گوش خرسمون من از فوندنت صورت استفاده می کنم و به این حالت که می بینید ایجادش می کنم و از وسط دو نصفش می کنم تا به دو قسمت تشکیل بشه و سر جاشون با استفاده از آب می چسبونم. لپای صورتی خرسمونم میچسبونیم. چون صورتش تیره است نمیتونیم با استفاده از مثلا رنگ صورتی یه حالت محو به وجود بیاریم و کمی اغراق میکنیم توی لپا. در اینجا برای درست کردن پاپیون روی در کیک و جدارهای کناری کیک من از فوندانت سفید استفاده میکنم. این در جعبه‌مونه که من با استفاده از فوندانت یونولیتمون رو کاور کردم. برای چسبوندن فوندانت به یونولیت میتونیم از گلوکوز یا بریلوی بیرنگ استفاده کنیم. سیخه چوبی رو توی در فرو می کنم تا بتونم اونا رو در جای خودشون محکم قرار بدم. من از تنقای شیشه استفاده می کنم برای مواقعی که خیلی عجله دارم و اونو کمی مچاله و تا می کنم و توی پاپیونم قرار می دم تا پاپیون تو هوا خوب خوش بشه و در جای خودش باقی بمونه و نیاد پایین. Thank you.
خب خسته نباشید که تو اینجا ویدیو تماشا کردید. برای پر کردن کناره ها چه کار میکنم؟ شروع میکنم به پهن کردن فوندانت سفیدمون. با استفاده از یک کاتر فلزی گرد شروع میکنم به برش زدن. در اینجا میتونیم هم با ابزار لبه های کار رو نازک کنیم تا چین بیفته، ولی من متد دوم رو بیشتر ترجیح میدم چون به نظرم نتیجه خیلی بهتری میده. ولی متد دوم باید با یک صبر و حوصله فراوانی شروع کنید به کشیدن کناره ها که فوندانت پاره نشه، چون به هر حال داریم نازکش میکنیم و باید دقت کنیم قدرت دستمون رو جوری کنترل کنیم که فوندانتمون پاره نشه. حالا همین که جلوتر میریم میبینید که تو متد دوم من بدون ابزار فقط با کشیدن آرام آرام کناره ها شروع میکنم به چین و چروک ایجاد کردن، چون چین و چروکی که از متد دوم به دست میاد خیلی شکلتر و زیباتر از متد اول هستش. نگاه کنید وقتی که فوندان بر اثر گرما چسبناک میشه، من کمی نشاسته ذرت کف دستم میریزم تا فوندانت به دستم نچسبه و کمی هم وسطش میزنم تا فوندانت رو وقتی تا میکنم این لایه ها به هم دیگه نچسبن، تا قشنگ مچاله میکنم میزنم داخل. خب رسیدیم به متد دوم. میبینید که من خیلی آروم و آهسته شروع کردم به کشیدن کناره ها. همونطور که میبینید خیلی بافته چینه چون که خوشگلتری نسبت متد اول داد و اگر که حوصله داشته باشید حتما میتونید حتی برای بار اول یا حداقل دوم این چینه چون رو ایجاد بکنید. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما را ببینم. لطفاً اگر محتوای ویدیوی من خوشتون اومد کلید لایک رو فشار بدید و اونو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. ممنونم از همگی.